کسری نوری درویش دربند در ایران است که از 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد. چند روز پیش برادر او پویا نوری با انتشار عکسی از معاونت آموزشی دانشگاه تهران در توییتر خبر اخراج کسری از دانشگاه را اعلام کرد. موضوعی که به یکی از مطالب واکنش برانگیز در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. در اینجا همراه می‌شیم با همکارم نوشین خانی تا بیشتر برامون از این موضوع بگه. نوشین، دقیقاً در شبکه‌های اجتماعی چه واکنش‌هایی به همراه داشتین خبر؟ از روزی که برادر کسری نوری اعلام کرد، خب واکنش وجود داشت، اما دیروز کاربران در شبکه‌های اجتماعی به حمایت و در اعتراض به این حکم یک طوفان توییتری به راه انداختند و میخوان که هر چه زودتر این حکم لغو بشه و میگن که کسری نوری هم مثل هر دانشجوی دیگه حق داره که به تحصیلش ادامه بده. در ضمن دیروز تولدش هم بود. یک بخشی از این واکنش‌ها رو من توی این بخش مرور می‌کنم. کسری نوری از دراویش گنابادی که از سال 96 در زندان به سر میبره دیروز 31 ساله شد. چند روز پیش برادرش از محروم شدن او از تحصیل در دانشگاه خبر داد و حالا کاربران در شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به حکم اخراج او از دانشگاه طوفان توییتری به راه انداختند. خیلی از کاربرها معتقدند که از نظر قانونی هیچ دلیلی برای اخراج کسری نوری وجود نداره. سعید دهقان وکیل دادگستری نوشته اگه مقررات برای دانشگاه تهران ملاک باشه، در شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان تاکید شده که محکومیت و حبس مانع ادامه تحصیل نیست. اگه قانون برای قضات امنیتی ملاک بود، کسری نوری دانشجوی ارشد حقوق بشر جاش در زندان نبود. در آخر هم میگه نه قانون ملاکه نه مقررات. پوریا نوری برادر کسری نوری نوشته 6 تیر ماه 8 سالیه که کسری روز تولدش رو در زندان میگذرونه. نزدیک به 1 دهه زندان، شکنجه، سلول انفرادی طولانی مدت، جابجایی و آوارگی بین زندان‌ها و حالا معاون دانشگاه تهران در واکنش به اخراجش گفته مدارک زندانی بودن بیاره. یک کاربر دیگه هم میگه من به عنوان یه محروم از تحصیل در جمهوری اسلامی قطعاً بدون شک و با صدای بلند به اخراج کسری نوری اعتراض میکنم و به شما هم میگم این چرخه حزب محدود به یک گروه یا یک نفر باقی نمیمونه و دامن همه رو خواهد گرفت. یکی از کاربرها به نام احمد میگه همه باید برای پاسداشت حق تحصیل یکایک شهروندان و امروز کسری نوری تلاش کنیم. عادی سازی همین سرکوب ها در این 4 دهه ما رو به این وضعیت امروز رسونده. برای تغییر باید با این سازوکارها مبارزه کرد و تمام قد در مقابل اون ایستاد. یک کاربر دیگه هم میگه گرچه کسری نوری بیدی نیست که با این بادها بلرزه، اما نباید اجازه بدیم این رفتار عادی بشه. کسری یک دانشجوست و باید از حق تحصیل برخوردار باشه. شاید پذیرفتنش براشون سخت باشه، اما ما به روزی که آزادانه در کنار هم زندگی و تحصیل کنیم ایمان داریم و براش مبارزه خواهیم کرد. به طور کلی کاربرها معتقدن که محرومیت کسری نوری از تحصیل باید لغو بشه. یکی از این کاربرها میگه به عنوان کسی که ناعدالتی رو در ساختار دانشگاه با پوست و استخونم لمس کردم و میدونم حتی کنایه های یه سری که به قوانین خودشون هم اعتقادی ندارن چقدر سخته، با انزجار از این روند و به احترام کسری نوری فریاد میزنم دیگه بسه. و در نهایت هانیه قره‌اوغلانی، خواهر حامد قره‌اوغلانی، زندانی سیاسی نوشت برای من کسری نوری تداعی کننده صدا و لحن پرصلابتیه که تجربه زیستن در زندان رو با مفاهیم عمیق و تفکری ژرف همراه کرده. اندیشه نه با حبس قابل حذف، نه با اخراج قابل توقف و اوست که لایق آموزگاری برای هر نوع حقیقت بشریه. تولدش برای یاران و دوستدارانت مبارک. بریم سراغ ویدیوهایی که شما برای ما میفرستین. تصاویری ببینیم از اعتراض گروهی از دامداران شهر قوچان در اعتراض به گرانی خوراک دام و علوفه و قیمت پایین محصولات دامداری. تجمع جمعی از اشاعره شهرستان قوچان در مقابل دفتر نمایندگی به دلیل بالا بودن قیمت علوفه و پایین بودن قیمت نهادهای دامی و نبود پشتیبانی از مسئولین متعلق.
یکی از بیننده ها هم تصاویری برای ما فرستاده از ذبح گاوهای شیرده به خاطر کمبود و گرانی علوفه و هزینه بالای نگهداری. با هم گزارش این شهروند رو ببینیم. علوفه که گرون باشه میشه این. نگاه کنید، 6 تا جلو کشتار شده. حالا بشمارید، 7 8 9 همه ماده گاوه. 20 تا ماده گاوه که شیر میدن همه را آوردن کشتار کنن. حاصل بی تجربگی و بی تدبیری مسئولین ما میشه این. و در ادامه تصاویری ببینیم از انتقال پیکر واحد محمدپور کولبر اهل روستای بوران به زادگاهش که در مرز سردشت بر اثر شلیک گلوله نیروهای مرزبانی جان باخت. و در نهایت هم روایت یک شهروند رو بشنویم از صف واکسن در تهران پارس. سلام، اینجا تهران پارس، خیابون کوهستان، باغ پرندگان. ساعت حدوداً 2 ظهر، دمای هوا حدوداً 35 درجه سانتیگراد و حالا سنبالاها و افرادی که حالا متقاضی واکسن هستن می‌بینید تو چه صفی وایسادن. من فقط می‌خوام صفی که کیلومتری اینجا تشکیل شده خدمتتون بگم. گرما واقعا عذاب آوره. پشت فرمون، سن بالا، همچنان صف ادامه داره. راه های ارتباطی ما رو هم در زیر صفحه میتونین ببینین. پیام های صوتی و تصویری خودتون رو میتونین همیشه از طریق واتساپ، تلگرام و سیگنال به شماره زیر صفحه ارسال کنین. در ادامه برمیگردم به فرهناز.